بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب شرح درس های مهم برای عمومی امت. درس نهم، بیان تشهد. تشهد این است: التحیات لله والصلوات والطیبات، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. سپس بر رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوات و برکات می فرستد، می گوید: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سپس در تشهد آخر از عذاب جهنم و عذاب قبر و از فتنه زندگی و مرگ و از فتنه مسیح دجال به الله تعالی پناه می برد. سپس هر دعایی که بخواهد می کند، بخصوص دعاهایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده است. از جمله: اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. اما در تشهد اول، در نماز پیشین، عصر، شام و خفتن، بعد از گفتن این دو شهادت برای رکعت سوم میخیزد، و اگر هم به رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوات بفرستد افضل است، به خاطر عموم حدیث هایی که در این مورد آمده است، و سپس برای رکعت سوم برمیخیزد. درس دهم، سنت های نماز. از جمله سنت های نماز: یکم، دعای استفتاح، دعای کلید نماز. دوم، هنگام قیام پیش از رکوع و بعد از آن گذاشتن کف دست راست بر دست چپ بالای سینه. سوم، بالا برداشتن دست ها تا برابر گوش ها یا شانه ها، در حالی که انگشتان به هم پیچیده و دست کاملا راست باشند. بالا برداشتن دست ها در هنگام تکبیر اول نماز و هنگام رکوع و بالا آمدن از رکوع، و نیز هنگام قائم شدن و تشهد اول برای شروع رکعت سوم است. چهارم، از یک بار زیادتر گفتن تسبیح ها در رکوع و سجده ها. پنجم، هر چی که بعد از بالا شدن از رکوع و گفتن ربنا لک الحمد به این ذکر اضافه کند، و نیز هر چی که به دعای مغفرت بین دو سجده اضافه کند. ششم، در رکوع سر را برابر پشت قرار دادن. هفتم، دور داشتن بازوها از پهلوها و شکم و رانها و رانها از ساقها در وقت سجده کردن. هشتم، بالا نگاه داشتن ساق دست از زمین در هنگام سجده کردن. نهم، در تشهد اول و نیز در بین سجده ها پهن کردن پای چپ بر روی زمین و راست نگاه داشتن پای راست. دهم، در تشهد اخیر در نمازهای چهار رکعته و سه رکعته به طرز تورق نشستن، که آن بر سورینش نشستن و پای چپ را در زیر پای راست قرار دادن و پای راست را راست گذاشتن است. یازدهم، در تشهد یکم و دوم و زمانی که میشیند تا آخر التحیات به انگشت سبابه اشاره کردن و آن را در وقت دعا حرکت دادن. دوازدهم، صلوات فرستادن و دعای برکت نمودن بر محمد صلی الله علیه و سلم و خاندان او و بر ابراهیم و خاندان او در تشهد یکم. سیزدهم، در تشهد آخر دعا نمودن. چهاردهم، در نماز صبح، جمعه، دو عید، نماز طلب باران و در دو رکعت اول نماز شام و خفتن با آواز بلند قرائت کردن. پانزدهم، در نماز پیشین عصر، در رکعت سوم شام و دو رکعت آخر نماز خفتن پس قرائت کردن. شانزدهم، از سوره فاتحه بیش از سوره های قرآن خواندن. باریای کردن باقی آن چیزی که از سنت ها در نماز وارد شده است به غیر آن چیزی که ذکر کردیم، و از جمله آن چیزی که برگفته نمازگزاران ربنا لک الحمد
بعد از خستن از رکوع در حق امام قوم و تنها گذار زیاد می شود. پس البته آن سنت است و نیز از سنت های نماز این است که در هنگام رکوع دو دست را بر زانوها گذاشتن در حالی که انگشتان دست ها کشاده باشد. دعای استفتاء. دعای استفتاء بعد از تکبیر احرام بعد الله اکبر می باشد و آن دعاهایی است که از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است، مانند فرموده او صلی الله علیه و سلم: اللهم باعد بین و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللهم نقینی من خطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ميبوشات.